علی رنجیپور روزنامه‌نگار از تورنتو با ما هستن. خوش آمدین آقای رنجیپور. سونامی قیمت‌ها امان طبقه کارگر رو بریده. آیا افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال جاری تونسته در بهبود شرایط اونا دست کم حداقل میزان کمی موثر باشه؟ ببینید، خب افزایش دستمزدی که برای سال 1401 تعیین شد، خب یه رقمی افزایش 57% بود که بیشتر از نرخ تورم رسمی بود. اما خب دو تا نکته مهم اینجا وجود داره. اولا که افزایش دستمزد معمولا با تورم سال قبل انجام میشه، در نتیجه اگر تورم روند افزایشی پیدا بکنه یا ما با جهش قیمت ها روبرو باشیم مثل اتفاقی که الان می افتاده و ما انتظار تورم در واقع سنگین رو داریم، خب این اثرش رو از دست میده. شما حساب بکنید دریافتی کارگر توی مثلا فروردین ماه تقریبا حداقل دریافتی کارگر که توی با دو فرزند تقریبا 6 میلیون و 700 هزار تومان تعیین شده، این ارزش این 6 میلیون و 700 هزار تومان تو ماه فروردین الان به یه تعبیر قابل مقایسه نیست با همین الان. یعنی وقتی شما روند تداوم داره این روند افزایش قیمت ها، عملا این افزایش دستمزد ارزش خودش رو از دست میده. اما خب این یه قسمت ماجراست. یه قسمت دیگه هم اینه که ما این بحران رو به صورت انباشته طی سالها داشتیم، یعنی بحران کاهش قدرت خرید طبقه در واقع کارگر و غیر از اون طبقه متوسط شهری، اصلا کلن جامعه ایران کاهش قدرت خریدشون رو ما توی روند 10 ساله توی ایران شاهد بودیم که این عملا یه وضعیت شکننده رو به وجود آورده و ایران رو در آستانه که نه در میانه یک بحران معیشت جدی قرار داده. آقای رنجیپور، با احتساب هزینه های معمول زندگی، درآمد زندگی یک کارگر مثلا جایی که شما زندگی میکنید و یک کارگر در ایران رو در قیاس با هم دیگه چطور ارزیابی میکنید؟ خب قیاسی واقعا قیاس مالفارق، یعنی عملا ما یه چنین مقایسه ای رو نمیتونیم انجام بدیم. به هر حال حالا یه بخشش بحث‌های اقتصادی، بحث محاسبه قدرت خرید و ایناست که حالا بحث فنی، ولی کلا بخوایم حساب کنیم، خب درآمد یه کارگر ایرانی رو شما بیارید بیرون از ایران مثل یه تیکه یخ میمونه که ببرید بذارید جلوی خورشید. شما حساب بکنید درآمد 6 میلیون و 500 هزار تومان که حداقل دریافتی هستش برای کارگران، چیزی حدود $200 به قیمت روز، 200 خورده ای دلار میشه. خب این 200 خورده ای دلار عملا شاید بشه گفت درآمد یک روزه. این یه بخشش. یه بخشی که در داخل خود ایران هم به نسبت قیمت داخل خود ایران هم اینا قابل ملاحظه نیست، یعنی عملا کفاف هزینه رو نمیده. به طور مشخص مثلا هزینه مسکن ما یک وضعیت بسیار بسیار بحرانی داریم. من داشتم نگاه می‌کردم یه گزارشی تو اقتصاد نیوز، یه سایت داخل ایران منتشر شده بود هفته گذشته، قیمت‌ها رو مثلا قیمت اجاره خونه رو گذاشته بود برای مناطق 4 و 5 تهران چیزی بین 12 تا 15 میلیون تومان اجاره ماهیانه، یا برای مناطق مثلا پایین شهر چیزی بین، اگه اشتباه نکنم، بین 9 تا 12 میلیون. خب شما این رو مقایسه کنید با کل درآمد یه خانوار که در سال چقدره. خب این طبیعتاً یه وضعیت بنبستی رو وجود میاره، نشون میده که وضعیت در داخل خود ایران با احتساب قدرت خرید ایران هم یه وضعیت بحرانی هستش. پس با احتساب صحبت‌های شما، یه کارگر ایرانی با حقوق یک ماه در ایران در هر کشور توسعه یافته‌ای چطور چند روز فکر می‌کنی میتونه روزگار بگذرونه؟ اگه کوتاه جواب بدین لطفا. یه دونه شما کل حقوق کارگر رو 6 میلیون خورده ای رو بیارید ببرید توی کشور ترکیه بخوایم بنزین بزنیم، فکر میکنم 100-110 لیتر بنزین بیشتر نشه. عملا یعنی هیچ کار خاصی نمیشه باش کرد. عملا از خارج از ایران که بیاد کلا ارزش خودش رو به کل از دست میده. داخل ایران هم که به هر حال متاسفانه قدرت خریدش روز به روز کاهش پیدا کرد.